وطنداران گلم سلام و خسته نباشین، امیدوار هستم که دارای صحت کامل باشین. دوستان عزیز بازم شما را خوش آمدید میگم با یک دیگر از گزارشات ما. امیدوار هستم که تا آخرین دقایق این گزارش با ما بمانین. دوستان عزیز قسمی که در تصویر مشاهده میکنین برادر ما در کنار ما هستن و از مشکلاتشون قصه میکنن، از دغدغه های زندگیشون با ما قصه میکنن تا باشه که ما شما و کسایی که برنامه را میبینین یا گزارش را میبینین برشون کمک بکنین. برادر عزیزم سلام، خوب هستین؟ سلام خطنبات میگم، منم برای شما به دوستان برای همه خطنبات میگم. زنده باشین، تشکر. برادر عزیزم میشه که بگوین شما چی کار بار میکنین؟ حالا کار خود چهار وقت میشه که بیکاری یک روز میشه کار نمیشه، از اون زندگی الیمنتری همیشه گرفتاری و بدبختی هست. بعد حالا تقریبا دو ماه میشه که وقتی کرهخانه ندادیم، هم تو نکرش که تحت پینجا رو پک و دار پک تجار نمیشه. حالا من مجبور که باید بگردم که جایی که کار گیرم بیاره که برو ترکار من تک کار کنی بار ببری یا من تلنگل کرد بار، حالا کتا نمیپرن. حالا مجبور که دیگه کرچونی که تعمل کنم. حالا که شما کراچی بعد از گرفتین کس هست که شما را کمک کنن، کار میکنین نمیکنین؟ نه خودم من میگردم بگه باره اگه گرفت بیاد باره مگنه غیرتی ندگرد بعد تا بگرد حتی که تو جو اگه بار گرفت بیاد پیش ده تا نان پنج تا نان ده تا نان هم او هم به تخت گیر میاد. اینا را کار وظیفه هم نه، به خودم یه هر جا برو وظیفه هم میگه کار میکنی دو هزار تا هزار چهار هزار بالاتر ندارم. گفتم که واره نمیکنم، من دو تا کره خونه بدم پیشه و باغ بدم کدام چه من پورا کنم. من می در جایی که می گردم قسم بیتر پر نمی کنم، بعدم بالا هم تو یک بار بردم همون در چای تو بگه خودم می بلید غم تکم خانواده از دیگه در فکر در جواب از بود در جواب دور کنم، ولی باز هم نمیشه دیگه. واقعا مشکلات خیلی زیاد برادر عزیز میشه که شما اینجا ستا چند وقت رزی که قسمت این امی رقم که افتا درست صحبت کردن نمیتونستیم شما میتعرف بین که به چشم شما افتا مزاحمت نکنه. خب شما خانه دارین از خودتان هستم؟ خانه کرایت دو تا کرا میدم، دمی هر سای دنیا که برم باتم دو تا سه تا کرا خانه میدم. با چند ما کرا خانه تا فعلا ندادین قزار هستین؟ تقریبا ما دوم هم کرا خانه ندادیم، تو مان تا بالا، ولی پیش او وقت گفت که میگه میگم میگه باید بدی، ولی من میره باتی گفت من تو تا بگم میگم، ولی پیش اگر پنج تا پیش او گفت جام کنین دار با بیتر با تیر با تا پنج تا پیش او بدی پیش او وقت بدی دو هزار تا کره خانه نداده من والا، ولی داده که از بگو که میام میگو پیسه جور که کره خانه تو بیار بته مال دادم داریم. گفتم ما کار نکردیم، کار نی وظیفه نی. باز مرات تو نمیکنن میفهمن که شما مشکل دارین. حالا خودم خانه از خودی است، ولی باز با هر کس وقتی میگو که خیر کم میگم مامای تو نه بعد یک هزار بار کمتر کنه یک تا کرایه بگیره از خانه. ولی که دو هزار میگیره ما گفت گفتن میتونم میگه خانه خودشون هست، حالا خانه از خود من خانه هم نداریم، دمی از یک بریم همین دو تا کرا دو کمتر نی. شما عرصی کده این اولاد داریم؟ عرصی کده میاد تا دختر خودتر ای دارم اشمار نمار بخیر کلان شود، سیسای پدر مادرش کلان شود، بخیر و خوبی سر زیاد کوشش کنین که بخیر یک کس باشن که فردا محتاج دیگران نباشن. والا خدا را تو کنم که من به تابال اعتاد کتی نیتم از کتی مثلا دست را کمتن بیا بگم کتی بگم خیرات بیا من فلان، یا ولی من دین میکرم چی کار میکنم اگر پیدا کردم پیدا کردم نه نه کردم نگه بگم تو میرم خانه ما ولی ایجا که میپرتم من کار کردی گفتم چرا کار کنم گفتم آقا گفتم جوابای من بکتیار پر از وقت خانه میکردم گفتم که کار نیست دیگه کجا بگردم و وقتی که من میگم باید برم متفرق کنم میگه متفرق میگه یا خاک دیلا میکنی که میری جا گفتم یا این نانوار خانواده من کی باشه از کجا بیارم نه میچاست تخت هست همین دو هزار که نال دمی دو رو دیگه میگه وقت نبید وقت میدم باید باید کره خونه مره کره پایته بیاری نیاری یه مدبوره که کود تا باید بنده بیرون من مدبور بودم کره خونه باید پیدا کنم اگر نکنم هم دیگه نمیشه من از ورود او هفته دیگه قرار یک دیگه به من گفت یک کتاب بهت میخرم بو بقیه خانواده تون امگر رفتن که برو رفت که رفت گفتم برو دل گفت حالا گفت دل من پاک ولی گفتم اگه کمک کرد کرد نکرد گفتم خدا یاری روزی مرا خدا میره تا نه دیگه غیر از چیز تخت داد برای من. بله یک چیز برادرم که خیلی خوشم آمد و واقعا
خیلی دوست داشتنی مولا میشد، اما لبخند قشنگش بود. با وجود اینکه از مشکلات قصه میگفت اما بسیار مقبول لبخند میزد. امیدوار هستم که لبخندهایتان واقعی باشه، خداوند مشکلاتتان از بین ببره تا باشه که لبخند واقعی بزنین در کنار خانوادهتون به خوبی خوشی زندگی کنین. برادر عزیز، هدف ما از این گزارش این است که دوستان عزیزی که میخوان به شما کمک بکنن، ما میخوایم که یک پل ارتباطی قرار بگیریم میان شما و همچو عزیزان ما. ما این برنامه را نشر میکنیم، کسانی که مثلا میخوان شما را کمک بکنن میتونن که به شما تماسی که از شما میباشه تماس بگیرن و شما را کمک بکنن. اما ما میخوایم که خودم شخصا میخوایم که مروج بسازم میره که وطنای عزیز ما به همچو کسایی که مشکل دارن محتاج هستن کمک بکنن. من از ماش خودم که بسیار پول ناچیز هسته میخوایم که به شما کمک بکنم و باشه که دوستای عزیزم که قصد کمک همکاری دارن یاد بگیرن و کمک بکنن. پول خیلی زیاد نیست که شما مثلا به شما بگم پول خیلی هنگفته است، اما هم پولی است که من از ماش خود گرفتیم و خواستیم به شما عزیزان کمک بکنم. امیدوار هستم که وطنای عزیز ما به شما کمک بکنن. یک جان از شما سپاس. بفرمایید. تشکر میکنم من محتمو از همکارای عدیدتون بیتار خوشامد میگم که علاقه که منطقی که کمک میکنم بادم خداوند او را نگهدارشان باشن انشالله که موفق و سربلند و پیروز باشن و خداوند که تای میکنم ملت ما آرام آرام باشه که مردم با خیال راحت زندگی کنن آرامش کنن ولی از این شهر بیرون نروان در این خاک خود اتدا اگر که مجبور که مشکل میشن که ولی به مشکل روبرو میشن که نمیتونن کار چیزی پیدا کنن مثلا یا مثلا پیسه نانوار بیار یا کره خانه به مجبور زندگی خود عادت میدن و میفروتن یا مثلا میرن جایی که خارج از که یا میرن دریا غرق میشن یا که صحیح سالم میرتن اون تانس باید باشه. یک هفته پیش من دل من بود که من باید برم خانواده خب از ببرم ولی باز میگن که رفتم فایده نداره. گفتم فایده که نداره اینا. گفتم به شما پیش میده. گفتم نانوار خانواده من بگه ایتی داری که بیقتم امرو همکاری که گفتم کمک گوه مطمئن بود وقتی همکاری کردم ما مثل تو ما رو بردم تو کاری کردم خلاص که گفتم چی نگو بگو ولی هر کس تانتی که بخواد برم میره که من ولی من تقریبا من یک سال میشه که یک سال میشه که من یک سال عروسی کردم ولی من در این عروسی من چهار نیم لگ من قرض داشتم تا بال من پیسه که من قرض چیز من ندادم همین پیسه دمینم همین تو گره بود ولی من از این که تانست که میخوام برم از اینجا میگم جای خارج از کسا برم پیسه جور کنم که پیسه زمین آزاد کنم او هم خب پیسه خودم میخواهد از من دو نیم لگ میگه پیسه ما بده من مجبور بودم باید کار کنم. خب خیر باشه، امیدوار هستیم که مشکلات شما هم حل شوه و بازم به شما آرزوی موفقیت میکنم برادر عزیز. سلامت باشی. من متمو تشکر میکنم از آقای جودم تشکری میکنم که شما زحمت کشیدی. خیلی خیلی از شما تشکر میکنم. وظیفه ما زنده باشی. سلامت باشی. خداوند نگهدارتون باشه همیشه در هر جا که هستی موفق و سربلند باشید. ما همچنان دوستان عزیز برادر ما بودن که امروزم صحبت ها داشتیم در مورد مشکلاتشون با ما قصه کردن گفتن و امیدوار هستیم که شما هم بهشون کمک بکنین و فراموش نشه که شما تماسشون همچنان در تایتل است. میتونین که تماس بگیرین امروز خودشون مستقیما تماس بگیرین و کمکتون بهشون برسانین. خب دوستان عزیز تا برنامه بعدی شما رو به خداوند یکتا بیامتا میکنم. وقت تمامتان خوش.